سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی فصل ششم میخوایم راجع به مبحث استراتژی با هم صحبت کنیم، یا همون روش های معاملاتی. اما قبل از اینکه بخوام استراتژی های مختلفی رو بهتون معرفی کنم، با هم بررسیشون کنیم، توی این ویدیو میخوام با هر سطح دانشی دارین، با هر سطح معلوماتی که دارین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید که ببینید ما برای اینکه بخوایم روزمون رو شروع کنیم، تریدمون رو انجام بدیم، چطوری یه بررسی کلی اول اون روز داشته باشیم و بعد بریم سر روش‌های معاملاتیمون. اصلا ببینیم که امروز مارکتی که انتخاب کردیم به چه شکل هست، بیشتر نزولی ممکنه باشه یا بیشتر ممکنه سودی باشه، و بسته به اون بیایم روش‌های معاملاتی رو انتخاب کنیم که شاید بتونه جواب بهتری به ما بده. حالا ممکنه فکر کنید که استراتژی به این معنی که فقط بیایم دو یا چند تا ایندیکاتور رو با هم ترکیب کنیم و یه روش معاملاتی بسازیم که تو هر تایم فریمی کاربرد داشته باشه. ببینید دوستان، به طور کلی بعضی از استراتژی‌ها به شما هم سیگنال ورود میدن هم سیگنال خروج میدن، اما مثلا ممکنه که یه موج خیلی بزرگ رو شما از دست بدین. برای همین تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که قبل از اینکه بخواین شروع کنین، شاید در حد چند دقیقه وقتتون رو بیشتر نگیره، یه چک کردن کلی هست و بعد روشتون رو شروع کنید. ببینید، برای مثال روشی هست، مثلا میاد به شما سیگنال ورود میده و شما توی این بازه خارج میشین، سیگنال خروج بهتون داده، یه استراتژی معاملاتیه. در اینجا شما یه همچین موجی رو از دست دادید. حالا یه سری از استراتژی ها میان به شما سیگنال ورود بهتر میدن. برای مثال مثلا ممکنه یه استراتژی سیگنال ورود رو برای مثلا پوزیشن سل اینجا به من بده، یه استراتژی ممکنه توی این نواحی به من بده. اینها با هم تفاوت داره. حالا در نتیجه استراتژی هست که به شما سیگنال ورود بهتری رو به شما میده، حالا بسته به پوزیشنی که میگیرید، بای باشه سل باشه فرقی نداره. بعضی از استراتژی ها میشه گفت سیگنال خروج بهتری بهتون میدن، یعنی مثلا فرض کنید یه استراتژی مت اینجا به من سیگنال خروج میده و این موج از دست میدم، یه استراتژی مت اینجا سیگنال خروج به من میده، یه استراتژی اینجا سیگنال خروج میده. اینها میشه گفتش که خب طبیعتا کیش که دوست نداره این موج بلندتر رو از دست بده. خب حالا اگه بخوایم یه بررسی دیگه هم داشته باشیم، ببینید استراتژی‌های معاملاتی فقط ترکیب مثلا دو یا چند تا ایندیکاتور نیست، میتونیم از کندل پترن ها هم استفاده کنیم، میتونیم از ترند استفاده کنیم، میتونیم از مقاومت ها و حمایت ها استفاده کنیم، ولی خب ایندیکاتور ها هم میشه گفت چون یه جورایی ظاهر جذابتری دارن و خیلی وقتا هم کار باشون میشه گفتش که ساده هست، روون هست، چشمی میشه بررسی کرد، خب خیلی از اینا استفاده میکنن، ولی خب در این حال میتونن که ما رو گمراه هم بکنن. خب دوستان ببینید، ما خودمون میتونیم که استراتژی خیلی زیادی رو بسازیم به شرط اینکه بتونیم اندیکاتورهای بیشتری رو بشناسیم، بتونیم کندل پترن های بیشتری رو بشناسیم، چارت پترن های بیشتری، بدونیم کار با خطوط ترند به چه شکل هست، مقاومت ها و حمایت ها رو بتونیم باشون کار کنیم. هر چقدر شما اینا رو بیشتر باش آشنایی داشته باشید، میتونید استراتژی های متفاوت تر و شاید مناسب تری بسازید. حالا یکی استراتژیش این هست که توی کوتاه مدت ترید انجام بده، یکی دوست داره روزانه انجام بده، و یکی هم قصدش سرمایه گذاری هست. به طور کلی من سعی میکنم استراتژی‌های مختلف و متفاوت رو بهتون بگم و خودتون هم میتونید اگه اینها رو آشنایی باش داشته باشید، علمش رو داشته باشید، خودتون میتونید استراتژی متناسب با نوع ترید خودتون بسازید. من توی آموزش‌های گذشته همه اینها رو به شکل فصل بندی، چارت پترن ها، کندل پترن ها، همه رو جداگانه توی فصل‌های متفاوت آوردم، شما میتونید ویدیوهای مربوط بهش رو ببینید. این بهتون این قدرت رو میده که درک بهتری داشته باشید و بتونید خودتون استراتژی که براتون فکر میکنید مفیدتر هست رو بسازید. حالا سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که ما همزمان روی چارتی که داریم چند تا ایندیکاتور رو میتونیم با هم بررسی کنیم؟ ببینید، من الان مثلا روی چارت کاردانو تایم فریم روزانه هستم، چند تا میخوام خط ترند بکشم، مقاومت حمایت بکشم، سطوح فیبوناچی رو بیام انجام بدم، چند تا ایندیکاتور بیارم؟ ببینید صفحه شلوغ میشه، من میتونم همینا رو با هم بررسی کنم؟ خب طبیعیه که نه تنها این بررسیش فایده ای نداره، خیلی وقتا میتونه گول زننده و گمراه کننده باشه. در نتیجه شما نمیتونید مثلا اینجا با استفاده از 20 تا ایندیکاتور یا مثلا خطوط حمایت و مقاومت بیاین یه دیدی داشته باشین از میشه گفت کل بازار، کل مارکت رو بتونید بررسی کنید. خب
حالا من میخوام اینو بهتون بر یاد بدم که توی این ویدیو به چه شکل بیاین انجام بدید، همینطور توی تایم فریم های متفاوت. یعنی شما میایید تازه مثلا 20 اندیکاتور رو میارید و چطوری میتونید توی تایم فریم های متفاوت اینا رو بررسی کنید. توی این ویدیو میخوام بهتون این روش رو یاد بدم. ببینید دوستان، از قسمت واچ لیست، این قسمت بالا سمت راست اگه انتخاب کنید، الان ما رو ارز کاردانو هستیم. این قسمت میاد مشخصاتش رو میاره، قیمت لحظه ایش رو میاره، دی رنج بازه قیمتی روزانش هست، زمان باز شدن کندل، حالا زمان بسته شدنش که قیمت فعلیشه، و این هم شدو پایین و شدو بالا هست یا همون لو های. این هم که زده 52 ویک رنج، یعنی اون رنج 52 هفته ای میشه گفتش، همون رنج یک ساله ما هستش که میگه توی بازه یک ساله کندل فعلی که مثلا الان هست توی این رنج بوده، صعود داشته و کف قیمت و سقف قیمتش این بوده. حجم رو بهتون نشون میده و همینطور که مثلا توی یک هفته، یک ماه، سه ماه، شیش ماه، یک سال تا امروز و بازه یک ساله چقدر رشد یا چند درصد کاهش قیمت داشته. و در نهایت میاد به شکل تکنیکال بهتون یه نوسانگری رو نشون میده که بهتون میگه که سیگنال هایی که الان هست به طور کلی برایندش به چه شکل هست و ما الان چه سیگنالی داریم. خب ببین دوستان، الان کندل فعلی که من دارم، اگه اینجا رو، این قسمت رو دقت کنید، میبینید که عدد لحظه ایشو نوشته و این عددی که تایمر هست 10 ساعت و 29 دقیقه و 12 11 10 ثانیه، این مدت زمانی هست که مونده کندل ما بسته بشه. خب از طرف دیگه ببینید، این کندلی که من الان دارم کندل روزانم یا 24 ساعت هم هست، میشه گفت تقریبا 14 ساعت 13 ساعت و خورده طی شده و هنوز همین کندل بسته نشده. ببینید این کندل رو اگه من بیام تبدیل کنم مثلا به تایم فریم یک ساعته، میشه 24 تا کندل. در نتیجه من اگه به شکل ساعتی میخواستم تریدمو انجام بدم، اگه امروز رو بیشتر پوزیشن بای یا لانگ میگرفتم، خب طبیعتا موفق تر بودم و اکثر موج ها بهم نشون میده این کندل که تا اینجای کار سعودی بوده. عکس این قضیه الان مثلا اگه توی این کندل ها مثلا بخوایم ببینیم، به ما نشون میده که آقا روند نزولی بوده. یعنی من اگه مثلا توی این روز میخواستم بیشتر پوزیشن هام سل بود یا شورت میگرفتم، این به ما نشون میده که توی تایم فریم های کوچیکتر، اگه ما مثلا توی این بازه زمانی اگه این پوزیشن رو مثلا میگرفتیم، سل میگرفتیم، موفق تر بودیم. خب حالا با توجه به اون نوسانگری که بهتون گفتم، اگه بخوام یه بررسی باهاش بکنیم، ببینیم الان توی تایم فریم روزانه یک روزه، این هم یک روزه هست، اینجا تایم فریم های متفاوت رو آورده و سیگنال هایی که به ما میدن، سیگنال بای میدن، استرانگ بای، خرید قوی، استرانگ سل، فروش میشه گفت قوی، فروش و نیوترال یا خونسا. اینجا میاد این مجموعه ایندیکاتورهای ما رو که برایندش هست، تقریبا شوف 26 تا ایندیکاتوره. خب ببینید دوستان، الان این قسمت مووینگ اوریج های ما هست و این قسمت اوسیلاتورها یا نوسانگرها. حالا مووینگ اوریج ها رو همه رو توضیح دادم، اکسپوتنشال مووینگ اوریج، سیمپل مووینگ اوریج، یا مثلا ایچیمیکو کلود ابر کومو رو بهتون توضیح دادم، ولوم ویتد مووینگ اوریج، هال مووینگ اوریج، اینا رو تو قسمت مووینگ اوریج رو کامل توضیح دادم. و این قسمت هم اوسیلاتورها، نوسانگرهای مثل RSI، استوکاستیک، مثلا مومنتوم، مکدی یا استوکارسای، اینها رو آورده توی دستبندی کرده توی تایم میشه گفت 24 ساعته ایما. اگه پایین تر بیایم پیوتس، در رابطه با نقاط پیوت گفتم توی قسمت آموزش فیبوناچی که به چه شکل هستن، میاد مقاومت ها و حمایت های توی این تایم ما رو، تو تایم فریم 24 ساعته رو لیست کرده. حالا این مقاومت ها و حمایت های کلاسیک هست، این فیبوناچی هست و اینا رو هم خب حالا کار نداریم. خب ببینید، من اگه میشه گفت 13 ساعت پیش یا مثلا 12 ساعت پیش، زمانی که کندل روزانه باز شده بود، این به همین شکل بود، یعنی به من داشت سیگنال بای میداد یا سیگنال میشه گفت خرید داشت میداد. اگه بخوام با هم 4 ساعته رو بررسی کنیم، ببینید سیگنالی که داره باز هم بای هست. حالا اینجا ممکنه مووینگ اوریج ها استرانگ بای داره میده، قوی تر هست، و اوسیلاتورها داره سل میده. میشه گفت مووینگ اوریج ها معتبرتر از اوسیلاتورها هستن.
حالا اگه 2 ساعته رو بریم ببینین، باز هم سیگنال بای، 1 ساعته داره سیگنال بای میده، 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، میشه گفت حالا 5 دقیقه خونسا هستش و 1 دقیقه‌ای که داره به ما سیگنال سل میده. خب ببینید دوستان، هر چقدر تایم فریم بزرگتر باشه معتبرتره. تایم فریم های کوچیک میتونن رو تایم فریم بعدیشون تاثیر بذارن. مثلا الان اینجا داره 1 دقیقه‌ای به ما سل رو نشون میده، این ممکنه تاثیر بذاره روی 5 دقیقه‌ای و اینو از نوترال خونسا بیاره روی سل. این یعنی ما یه موج کوچیک نزولی داریم. هر چقدر این تایم فریم ها رو افزایش بدید، یعنی ما اون موجی که داریم، موج حرکت ما، موج اصلی ما بزرگتر هستش. خب ببینید، من الان توی اومده مثلا توی روزانه به من، حالا 4 ساعته رو بریم با هم بررسی کنیم، ببینید 4 ساعت هم ببینید میشه گفت 6 تا کندلی که بوده یه روند صعودی رو داشت، یعنی همش داشت به شما سیگنال بای داشت میداد یا پوزیشن داشت بای میداد. اگه بیایم توی 1 ساعته ببینید روند اصلی ما صعودی بود، یعنی با توجه به سیگنالی که میشه گفت این اومد داد، شما میخواین از 2 تا 3 تا ایندیکاتور استفاده کنید که یه استراتژی مالتی بسید. این اومده 26 تا ایندیکاتور و همینطور سطوح مقاومت همه تو در نظر گرفته و یه برایند کلی به شما داده. خب ببینید، من پس با توجه به بررسی که میخواستم اول روز انجام بدم، سعی میکردم این روز بیشتر پوزیشن بای بگیرم، مخصوصا حالا دوستانی که فیوچرز کار میکنن، حالا پوزیشناشون میتونه مثلا بای باشه، سل باشه. اگه تایم فریم های کوچیکتر رو ببینیم، ببینیم مثلا 1 دقیقه‌ای بود پوزیشن سل داده بود. خب ببینید اینجا تقریبا میشه گفت روند که داره برمیگرده اومد به شما مثلا پوزیشن سل داد. حالا این داره روی 5 دقیقه تاثیر میذاره. این ممکنه یه موج کوچیک باشه، ببین 5 دقیقه مثلا 15 دقیقه که این روند یه روند تقریبا میشه گفت نزولی ضعیف است. هر چقدر تایم فریم بزرگتر باشه، خب میشه گفت معتبرتر هستش. حالا اگه من اینو بیام روی مثلا همون تایم فریم 1 ساعت همون، خب ببینید دوستان توی تایم فریم 1 ساعت اگه مثلا من میبادم امروز رو متناسب با این بیشتر پوزیشن لانگ میگرفتم یا بای میگرفتم، اگه مثلا حالا نقاط ورود میگم با توجه به استراتژی، مثلا اومده اینجا یا توی این بازه به شما سیگنال ورود داده، خب تا زمان فعلی که ما داریم ببینید تقریبا میشه گفتش که 11% امروز رشد داشته. حالا استاپ هم معمولا میان به بازهای گذشته رو نگاه میکنن، اون ریسک به ریوارد ریشیو رو مثلا یه عددی در نظر میگیرن، حالا بسته به تایم فریم، میتونه تایم فریم بزرگتر باشه شما این ریسک به ریوارد یا نسبت برد به اون ضررتون رو میتونید بیشتر بگیرید. تایم فریم های کوتاه‌تر اینو سعی کنید کوچیک‌تر بگیرید، مخصوصا برای کسایی که تریدهای سوینگ انجام میدن، هی پوزیشن عوض میکنن. خب حالا دوستان یکی دیگر رو میخوایم ما هم بررسی کنیم، این کاردانو بود. بریم رو چارت دوج. خب ببینید دوستان، دوج هم به همین شکل، میبینید الان کندل امروز ما یه کندل قرمز بود، یعنی من اگه از چند ساعت پیش مثلا اینو باز میکردم، الان این روند رو طی کرده و این روند نزولیش ادامه دار هست فعلا در حال حاضر. ببینید زمان بسته شدن کندل روزانه رو هم اینجا نوشته. پس من وقتی میومدم با توجه به سیگنالایی که میتونستم از جا بگیرم، سعی میکردم حالا رو کاردانو داشتم بیشتر پوزیشن بای میگرفتم، اینجا بیشتر پوزیشن سل میگرفتم. حالا میبینم با هم بررسی کنیم. ببینید اینجا مثلا میاد میگه تغییرات قیمت روزانش که از این قیمت به این قیمت اومده، تغییرات قیمت 52 هفته یا 1 سالشه، میگه بعد توی بازه یه هفته یه ماه اینا رو توضیح دادم چند درصد تغییر قیمت داشته و میاد میگه تو شرایط فعلی تایم فریم شد فعلا مارکت خونسا هست، یعنی داره به ما نشون میده که این تقریبا میشه گفت نزولش رو انجام داده. خب ببینید الان سیگنالایی که داره میده، 9 تا سیگنال بای، 8 تا سل، 9 تا نوترال، یه مارکت میشه گفت خونسا هست. حالا اگه ما بیم تایم فریم ها رو کوچیک کنیم، ببینید 4 ساعته داره بای میده، 2 ساعته داره سل میده، 1 ساعته داره سل میده، این تفاوت هایی که زیاد میشه، شما مطمئن باشید یه بازار خونسایی داره، یه مارکتی هست که روندش رو طی کرده و دیگه میشه گفت تقریبا خونسا هست، داره با موج های ریز حرکت میکنه. خب الان 1 دقیقه هم خونسا. خب ببینید دوستان، الان اگه خودتون هم بخواید تایم فریم ها رو تغییر بدید، مثلا بیاید روی 15 دقیقه ای، ببینید ما یه روند امروز نزولی رو داشتیم، یعنی اگه شما می‌خواستید پوزیشنی بگیرید بیشتر می‌اومدید مثلا پوزیشن
به جای لانگ شورت میگرفتید انتخاب میکردید، توی مثلا بازه ای بود حالا از هر جایی که شما رسیدید امروز، مخصوصا اوایلی که کندل باز میشه، مثلا همین بازه ها رو اگه شما مثلا میومدید توی این بازه امروز میشه گفت مثلا تا این بازه فعلی به شما پلوش 6% سود میداد. خب الان میخوام راجع به این تایم فریم رو که عوض کردیم 15 دقیقه بیام روی 15 دقیقه. ببینیم 15 دقیقه داره پوزیشن سل باز میده به ما، یعنی میشه گفت این روند تو تایم فریم کوتاه ما هنوز معتبره و ادامه داره، حالا اگه این نوسانگر روی خونسا نوترال نیاد. و دوستان به این نکته هم دقت کنید که هر چقدر تایم فریم شما، حالا این اصلی هست، مثلا مخصوصا اینا میخواستم بهتون بگم کسایی که سرمایه گذاری یا تایم فریم های بلند مدت تر هست، مثلا ببینید سیگنالی که الان داره میده دوج مثلا فعلا داره سیگنال سل میده برای هفتگی، یا مثلا برای ماهانه داره سیگنال خرید میده. خب میشه گفت برای بلند مدت خب یک جورایی هر چقدر اینا میشه گفت بیشتر باشه تفاوتش، مثلا این یک باشه این 9 یا این خونسا کمتر باشه این بیشتر، داره به شما سیگنال های قوی تری میده برای مارکت های بلند مدت تر. حالا شما خودتون میتونید اینا رو همه رو چک کنید با ارزهای دیگه، توی هر تایم فریم اومدید میخواید ترید انجام بدید، قبل از اینکه هر کاری انجام بدید اول یه بررسی اجمالی و کلی از این قسمتی که گفتم داشته باشید تا بدونید مارکت امروز شما روند اصلیش سعودی هست یا نزولی، که پوزیشنایی که میگیرید میشه گفتش مرتبط با اون آنالیزی باشه که اینجا برای شما نمایش داده شده. خب دوستان عزیز، نکات گفتنی را تو با این ویدیو گفتم، اگه سوالی بود تو بخش نظرات حتما مطرح کنید. برای دیدن بقیه ویدیوهایی که توی کانال ما هست از سربرگ پلیلیست میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو مشاهده کنید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید برای مطلع شدن از آخرین ویدیوها، کلید زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.